امروز ما افتخار حضور شما را داریم رخسار قایم مقامی شما مستند ساز هستین و شما کسی هستین که فیلم سونیتا را ساختین سونیتا دختر افغانی که در ایران زندگی میکرد و قرار بود پدر مادرش بفروشنش ولی موفق شد از منطقه فرار کنه و فعلا به گمانم در ایالات متحده زندگی میکنه و شما تمام ماجراها را فیلم ساختین ازش میشه لطف کنین بگوین خود شما ایرانی هستین فعلا در کجا زندگی میکنین و چطوری با سونیتا آشنا شدین اصلا خیلی خوشحالم که در رادیو فرانسه و در خدمت شما هستم خب سونیتا رو من وقتی شناختم که در ایران بودم من سالها در ایران زندگی کردم و کار مستندسازی انجام میدادم از سال 2000 مرتفی من مستند میسازم سونیتا رو از طریق دختر امم که توی یه مرکز حمایت از کودکان کار و خیابان بود کار میکرد و کار در واقع مدرس کار بود از طریق ایشون شناختم به من زنگ زدن گفتن یه دختر اینجا هست که رپ می خیلی علاقه داره ولی هیچ امکاناتی نداره بیا ببین اگر میتونی بهش کمک کنی که

و این دختر رو ملاقات کردم و خیلی خب به نظرم بچه جالبی بود سعی کردم بهش کمک کنم یکی از دوستانم داوطلب شد که بهش موسیقی درس بده و بعد از یه مدتی وقتی دیدم که این دختر هیچ امکاناتی من انقدر نمیدونستم که وضعیت بچه های افغ... افغان مقیم ایران دقیقا چطوریه و خب طبیعتاً هم به خصوص با دختر و خانوماشون شما با ما هیچ وقت تماسی نداشتم برای اینکه معمولا خیلی جدا و در شرایط محدودتری زندگی میکنن شما نمی شون توی اجتماع وقتی تو ایران هستین و خب از این باعث شد که من متوجه بشم به که چقدر محدودیت داره بدون مدرک بدون یک برگه شناسایی داره زندگی میکنه مدرسه نرفته همه این موانع رو باش آشنا شدم و بعد متوجه شدم که این دختر پر از تصمیم قدرت روحی و پر از امید و آرزوه و اونجا بود که فکر کردم که خب این میتونه یه فیلم باشه برای اینکه شما وقتی یک آدمی دارین که تصمیم داره امید داره آرزو داره و میخواد به سمت خواستهاش بره و موانع بیشماری سر راهشه خود این, این نشون میده که یه داستان وجود داره و می تو... حالا میشه این داستان رو پیگیری کرد و البته هیچ وقت فکر نمی کردم که این داستان پایان خوبی یعنی نمیتونستم تصور کنم پایان به این خوبی خواهد داشت بله چون در این داستان تنها سونیتا نیست خانواده سونیتا هم هست و صحبت از ازدواج سونیتا است و آنچنانی که من از با فیلم درک کردم عمدهترین مشکل برای اونا این است که برای اینکه بتوانند پسرشان را زن بدهند مجبور هستند دخترشان را میشه گفت بفروشن چون با این پول پول پرداخت خانم برای پسرشانو تهیه کنند یعنی میشه گفت این عمق مشکل اشت... یکی از مشکلات اجتماعی افغانستان است که عبارت است از زنان مقام و موقعیت زنان در جامعه آیا شما اینو کشف کردین با دیدن سونیتا یا قبلا هم میدونستین در افغانستان وضع اینطوری است بعد در ضمن آیا در ایران وضع فرق میکنه یا در ایران هم وضع زنان با افغانستان شباهت داره من قبل از دیدن سونیتا چیزی درباره فروش دخترها در افغانستان نمیدونستم ولی طبیعتا میدونستم که زنان در افغانستان موقعیت اجتماعی خوبی ندارن و به خصوص بعد از جنگ و دوره طالبان موقعیتشون بدتر یعنی قبلا شاید در دوران مدرن مدرن شدن خب خیلی رو به پیشرفت بوده وضعیت ولی الان همینجوری بدتر بدتر شده ولی نمیدونستم قضیه پیشکش و اینکه برای این در ازدواج دخت معامله بزرگ انجام میده و این پول به زن داده نمیشه این پول به پدر و برادران زن کسانی که هزینه های بزرگ کردن کار کردن و این هزینه رو پرداخت کردن پول بیشتر به مردان خانواده پرداخت میشه اون دستمزد بزرگ کردن یه دختر و من اینو نمیدونستم و خب برای من خیلی ناراحت کننده بود البته خب بعدا فهمیدم همه جا و در همه خانواده افغانم هم این کار صورت نمیگیره ولی هنوز در بسیاری از مناطق و بسیار شهرها این سنت هست و خب ایران خیلی جالبه که بخوایم وضعیت زنان در ایران و افغانستان مقایسه کنیم به خاطر اینکه قوانین ایران از قوانین افغانستان عقب مانده تره یعنی قوانین ایران اگر که بدتر, بدتر از قوانین افغانستان نباشه بهتر نیست ولی به هر حال به دلایل مختلفی شاید صلح پایدارتر شاید دوران مدرنیزیشن طولانی تری که و عمیق تری که در ایران بوده و یا به خاطر نمیدونم چون این قوانین تو ایران هم بوده اسم شیربه ها بوده تو افغانستان میگن پیشکش یا تویانه تو ایران ولی این از بین رفته و در واقع خرید و فروش ممکنه تو بعضی مناطق کوهستانی من شنیدم ولی خیلی محدود در حد مناطق خیلی محدود در ایران هنوز این رسم هست ولی واقعا کسی حتی نمیدونه که این رسم توی مثلا خیلی خیلی محدوده وجود تقریبا وجود نداره ولی به این معنی نیستش که زنای ایران هم خیلی خوشبختن مشکلات خودشونو دارن ولی بله فکر میکنم که تفاوت های هست مقایسه بین ایران و افغانستان سخت است ولی ما اگر اجازه بدهید سوال سختری میخواستم از شما بکنم که اصلا مقایسه بین حالت و حیثیت زنان در افغانستان و کل دنیا و به اروپا و غرب هست به گمانم مسئله زنان حتی در غرب هم هنوزم ایجاب مبارزات دیگر میکنه آیا منطق این مبارزات اونجا و در افغانستان و مبارزات شخص سونیتا عین منطق هست ولی در سطوح مختلف قرار دارن مشکلات اجتماعی زنان در افغانستان اما مشکلات است که کشورهای دیگه دارن در یک سطح بالاتر یا اینکه یک مشکل خاص افغانستان است که به دنیا ارتباط نمیگیره نه مسئله فرض کنین ببینین این مسئله فروش دختران در افغانستان چند تا جنبه داره که بیشتر این جنبه ها یعنی تقریبا همهشون در کشورهای دیگه هم صورت میگیره مثلا یکیش مشکل ازدواج اینو هم با هم فرام ازدواج اجباری با ازدواج زیر سن دو تا مسئله است که هر چند خیلی وقت یکی ولی به هر دختر بالای سن یا یه زن 50 ساله هم به زور به ازدواج داد ولی این دو تا دو تا مسئله ان که بعضی وقات با هم پیش میان بعضی وقات جداگانه ولی 15 میلیون دختر در سال در جهان دارن به زیر سن قانونی به و به زور به ازدواج واداشته میشن و این 15 میلیون نفر در سال این فقط شامل افغانستان نیست فروش دختران فقط شامل افغانستان نمیشه بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی ممکن آمریکای لاتین ام این فروش بعضی اوقات رسما یعنی به عنوان یک رسم نیست ولی بسیاری از مواقع خانواده ها با دریافت امتیاز یا مبلغی یا چیزی حتی اگه تو سنت رسمی جامعه نباشه این کار رو به خاطر فقر ممکن این کار بکنن و نه من فکر نمی کنم بیشتر این مسائل خیلی خاص یعنی در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته در افغانستان ولی خیلی به نظر میاد که همه آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری ازدواج اجباری ازدواج زیر سن و ازدواج به خاطر مسائل مالی نه همه خیلی داره شدید هر اتفاق میفته تو هندم هم اوضاع از این بهتر نیست یه مسئله جهانی سونیتا برای با بنیادی به نام گرز نات برایز دخترها عروس نیستند همکاری میکنه و در سراسر جهان میره با الان سفیر این سازمانه و برای مبارزه با ازدواج اجباری و ازدواج کودکان به خصوص داره مبارزه میکنه برگردیم با خود شما رخ قایم مقامی شما به عنوان مستند ساز شناخته شدین آیا کارهای شما همیشه در مورد مسایل اجتماعی و زنان بوده یا چیزهای دیگه هم بوده و در ضمن شما تنها با فیلم برداری اکتفا نمیکنین بلکه طرز عمل شما توریست که بعض صحنه های زندگی را دوباره با اجرا میگذارین تا نه تنها بشه ازش فیلم برداری کرد بلکه همچنان فرصت می باشه برای تعمق این هم اگر یکم تشریح کنین طرز کار شما با چی ترتیب است و محدوده کار شما خب بیشتر فیلم های مستند که من ساختم تمش هنر و عدالت اجتماعی بوده و هنر مردمی که تحصیلاتی تو زمینه هنر نداشتن آدمایی که تحصیلاتی تو زمینه هنر نداشتن ولی میخوان به کار هنری علاقه و میخوان کار دنبال کنن بعضی از فیلم های من در بازم درباره زنان بوده ولی بعضی از فیلم های من اصلا موضوعش مردانه یعنی لوز ولی خب یه فیلم دیگه من که شاید براتون جالب باشه اسمش از Going Up The Stairs با رفتن از پلا که اتفاقا بخش امدهش تو پاریس فیلمبرداری شده راجع به مادر بزرگ ایرانی که تو کودکی به شوهر به اجبار شوهر کرده در نه سالگی و مدرسه نرفته ولی وقتی مادر بزرگ میشه یک روز کشف میکنه که نقاشی رو دوست داره و شروع میکنه پنهانی نقاشی کردن و در سن 62 سالگی در پاریس یه نمایشگاه براش در حال سن پیر برگزار میشه و از شاب تهران منطقه بسیار سنتی و ایشون هم یک زن بسیار مذهبی میان برای برگزاری نمایشگاهشون در پاریس که این فیلم هم باز درباره زنان ولی باز هم درباره هنر در این بار نقاشی اگه سانیتار موسیقی بوده کسانی که به هنر دسترسی در واقع ندارن ولی عاشق هنر و میخوان این کار رو انجام بدن این بیشتر تم کارایی من بوده بوده که من انجام میدادم برداشت شما چی است در مشکلات زنان در افغانستان و همچنان ایران و کشورهای اسلامی به صورت عموم ریشه های مشکل در کجاست اگر چی سونیتا بسیار قابل تحسین است چون در تای فیلم می بینیم که یک اراده قوی داره و با خودش اعتماد داره و خود فیلم به ما نشان میدهد که این اعتماد به نفس میتونه بسیار هم اثرگذار باشه روی آینده شخص ولی مشکل تنها سونیتا نیست مشکل میلیون ها دختر جوان است که در یک همچین حالت زندگی میکنند چی میتوانیم بکنیم در برابر این وسعت این کار؟ به نظر میاد حداقل با دیدن تجربه ایران و تغییراتی که در ایران در صد سال اخیر صورت گرفته میشه به نظر میاد که بیشترین چیزی که میتونه زنها رو ما کاری نمیتونیم بکنیم جز قوی کردن زنها یعنی به خصوص زمانی که جامعه مثلا سیستم دولتی مثل دولت ایران که مطلقا تمایلی نداره به اعطای حقوق و قوانین تغییر قوانین به نفع زنان ولی تحصیلات زنان ایرانی که 65 درصد دانشجویان دانشگاه رو زنان در ایران تشکیل میدن این باعث شده که خود به خود این مبارزه زنان وزنه قوی بشن و تمام سیستم دولتی که میخواد بر علیهشون مقاومت کنه به نظر میاد که توان مقاومت شده از دست داره میده من فکر کنم تحصیلات ایجاد فرصت های تحصیلی برای زنان مهمترین کاری است که میشه برای رفع این تبعیضا انجام داد و البته خب اگر که بشه کار فرهنگی طبیعتا فیلم ساختن داستان نوشتن موسیقی ساختن همه اینا هست ولی تنرایی که زنان میتونن از بمبستای اقتصادیشون و اجتماعشون بیرون بیان اینه که بتونن دسترسی و تحصیل داشته باشن. سلام من وطن اوزایش دنه هر روز روبرو شدن با جنگ 24 ساعت نامید نفس میکشه زیر سقف جنگ شب بیدار تا صبح از صدای بنگ بنگ همه میدیم دنبال ادالتیم لالو وزی اخراب خود ما ملامتیم مایی که اگه بره وحدت هم جای گب شد نگه هم مسیر همگی به سمت راست چپ شد به تقسیم شدیم به گروه های نحیفه که شکست میخوریم با یک باد اینه که شده میدون از تو گوتو خالی از ویرانی و خاطرات تلخ جنگ خاطراتی که یاد از وطن از زندگی چی فهمیدیم جو سمه مهاجرت بین ما و کسی اکر چه پرو بار از گرو آی کچه کسی پرو تا هشتو ازاره زور جی کن تور کمان با همی آزاره در سخت فردوی وطن مگه به متحد یکر چه پرو بار از گرو آی کچه کسی پرو تا هشتو ازاره تا جی کن تور کمان با همی آزاره در سخت فردوی وطن و با هم دوست بود تو خواهر و برادر میشه و از جان ساخت پولی متبر بین ما و تو و کوبیدن مرزا در هم سرود سل خاند گل دو دست هم آغاز یک روز به دور از او که تو مرمی در گذر به هم بدم سلام گرمی روز اتحاد روز دوستی هم دلی. روز شادی ما و تو عطن ملی وطن یعنی می یعنی تو یعنی ما وطن یعنی به یک نماد افغان ها وطن پازی نیست که قطع آتش مای من وطن جزوب شکل با هم متفاوته به تو هزار تاجیک و بللو چطور به هم نی در ساخت فردای وته به وبی ررق رنگ رنگصبحخ ور رنگ سیاه زنیل کردن دشمنا رنگ سبز فردا روشن ماس که پایین دمنش جای که سرز ما همه متحد بیرروزی در کمین ماست مد همچی یک جسم و جا زنده ماشی هم بهتر

فیلم شما در کانال آرته در تلویزیون فرانسه پخش شد و بار دیگر به با تاریخ 16 دوباره پخش خواهد شد میشه لطف کنید بگوین چی نوع پذیرایی شد از فیلم شما آیا مثلا در افغانستان پخش شد آیا در ایران امکان داره پخش شوه نه این فیلم در ایران البته نه به دلایل سیاسی بلکه در اینکه دختر رپر و به خوندن زنها در ایران خیلی استقبال نمیشه ازش اینکه خانم آواز بخونن در ایران پخش حتی تلاش هم من نکردم چون میدونستم که خب نمیشه و در افغانستان به دلیل اینکه اصلا حتی خودم نمیدونم چرا در افغانستان من پخش نشده به خاطر اینکه البته سینمایی که در افغانستان به اون شکل شبکه سینمایی که وجود نداره به خاطر همه مسائل ولی تا حالا هم هیچ شبکه از افغانستان تمایلی نشون نده که این فیلم پخش کنه ولی من خیلی مایلم و حاضرم در اختیارشون قرار بدم بدون هیچ مورد یعنی ب... فقط اگر بخوام پخش کنم میتونم پخش کنم من سعی دارم که فیلمو در جشنواره زنان هرات پخش کنم که در هرات برگزار میشه و خب فیلم در کشوری مختلفی مثل فرانسه در پخش سینمایی داشته پارسال در اکتبر در سینمای فرانسه به نمایش در و در سینمای انگلستان، آلمان و سوئیس این فیلم پخش سینمایی داشته از بسیار شبکه ها پخش شده و البته شبکه آرت آرت اندیار، آرت آلمان جزء شاید اصلی ترین شبکه بوده که از تولید این فیلم حمایت کرد یعنی زمانی که فیلم هنوز تموم نشده بوده اونا وارد پروداکشن شدن و حمایت مالی کردن از تولید این فیلم در نتیجه اونایی که از عمده ترین تلویزیونایی هستن که حقوق این فیلم رو در اختیار دارن شبکه چی ترهای دیگه دارین؟ در واقع من دارم روی موضوع مهاجرت در اروپا کار میکنم هنوز به فیلم مشخصی یا داستان خیلی مشخصی نرسیدم ولی دارم روش کار میکنم و میخوام یه چیزی بین مستند و داستانی بسازم و هنوز دارم دنبال قصه ها و آدم ها میگردم اگر یک کمی در مورد خودتون بگوین اصلا چی چیز باعث میشه آدم دنبال یک همچونین مسائل باشه آیا حساسیت های شخصی خود انسان است آیا تجربه زندگی خود انسان هست که آدم وادار میسازه با اینکه به مشکلات دیگران توجه کنه با دیدن فیلم آدم می احساس میکنه شما اینو قبلا هم گفتم نه تن... تنها فیلمساز سازنده فیلم نبودین شما حتی میشه گفت تا حد سازنده خود سونیتا هم بودن چون تنها به فیلم برداری اکتفا نکردین و کمک به اینکه سونیتا به هدفش برسه هم پرداختین من در خانواده بزرگ شدم که عدالت اجتماعی موضوع اصلی خانواده من بود یعنی چیزی بود که دربارش خیلی حساس بودن شاید این به هر حال در من تاثیر داشته ولی من فکر می کنم که یه فیلم ساز در فیلم ساز مستند یعنی به عنوان یه فیلم ساز مستند من هم یه چیزی در آدم ها پید، وقتی پیدا میکنم که اون چیز خودم هم به یه شکلی تو زندگی خودم حسش کردم یا برام اون موضوع جالب میشه یعنی شاید مثلا من زندگیم قابل مقایسه با سونیتا نبوده من خیلی امکانات و فرصت های بیشتری داشتم ولی باز هم به هر در ایران کار سختیه و وقتی که به همیشه من برای اینکه بتونم فیلم بسازم بهای زیادی رو از زندگی شخصی و فشار اقتصادی و فشار تحمل تیق سانسور و همه فشارهایی که تو ایران وجود داره برای یه زنی که بخواد مستنساز باشه خب وقتی که میبینم حالا یه دختر افغانه که میخواد رب بخونه یعنی همه چیز بدتر از وضعیت خودم حالا یه دختر افغان در ایران یعنی من که ایرانی هم چه شرایط هم تعریف حالا یه دختر افغانه تو ایران و میخواد رب بخونه یعنی همه چیز رو من حس کردم ولی حالا این دختر همه شرایطش از من سختره و آرزوهاش از من پیچیده خب پس این برای من جالب میشه من که انقدر مثلا این مشکل رو دارم ببین این دیگه داره چه مشکلاتی رو تحمل میکنه در نتیجه خب برای من یه چیزی توی این دختر هست یا تو سوژه دیگه هم همیشه همینطور یه چیزی هست لزوما همون زندگی رو شما زندگی نکنید هم مشکل ولی یه چیزی هست که اونو میفهمین یا یا میخواین بفهمینیم خب یه حالا دیگه این چه... این دیگه چه جوری هم... ب... شاید به خاطر همین بیش... من همیشه سمت آدمایی جذب که اونا میخوان کار هنری کنم. برای اینکه خودم هم از یه جنبه خودم هم یه آدمی هم که میخوام کار هنری کنم و به خاطرش به هم فشار میاد و اذیت میشم ولی فکر نمی کنم خیلی نه میشه با یه فیلم دو یعنی نه با فیلم میشه دنیا رو عوض کرد نه من حتی فکرش رو میکنم که قرار این کار رو انجام بدم ولی دنبال پیدا آدمش همش دنبال پیدا کردن قصه های خودم توی دیگران ولی خب آره یه چیزی هم که هست اینه که دوست دارم یعنی دوست دارم وقتی یه فیلم میسازم سوژه های من یا آدم که توی فیلم بودن هم یه جوری اتفاقات خوب برای اونها هم بیفته این که من اون جوری که توی دانشکده فیلم به آدم میگن که یه مستانستاز باید یک بیننده بی اثر در واقعیت باشه فقط واقعیت رو ثبت کنه یه کاری که از من بر نمیاد و اینکه فکر بیرحمیه در حق آدم هایی که معمولا تو شرایط سختن سوژه مستر معمولا تو شرایط سختن و بر من یک جور بیرحمی که با خونسردی بتونم رنج اونا رو فقط روی با دوربینم ثبت کنم من نمیتونم یه کاری باید بکنم در فیلم سونیتا میبینیم که خود شما با سونیتا میرین کابل و از نزدیک میبینین و چه مشکلاتی را اونجا سپری میکنین با در نظر داشته همه اینا میتونیم با آینده افغانستان امیدوار باشیم که بالاخره از این حالت های سخت و خطرناک اومده بیرون جواب دادن به این سوال بعدی کسی که حالا ممکنه نظرات شخصی داشته باشم ولی جواب جابه... جواب دادن در یک عرصه رسانه به این سوال بعد کسی اینجا سوال جواب بده که واقعا تحقیق جدی کرده باشه توی زمین افغانستان من چیزی که حس میکنم اینه که خب اطلاف بودجه هایی که در افغانستان در افغانستان صرف شده اطلافشون بیشتر از تاثیرشون بوده خیلی تلف شدن و به کاراپشن خیلی شدیدی در افغانستان همه میدونن اینو یعنی چیز پوش و پنهان یا عجیبی نیست که من اینو بگم آرزو دارین بازم یه روزی برگردین به افغانستان برای دیدن شاید آه. همراه با سونیتا بله من دوست دارم که برگردم به افغانستان و افغان ببینید برای ایرانی ها به هر دلیلی افغانستان و تاجیکستان و حتی ازبکستان بخشی از ازبکستان یک بخشی از یه تاریخ گم شده است که ما همیشه به یه شکلی خودمون رو بهش مربوط میدونیم اونها و اونها رو به خودمون مربوط میدونیم برای من خیلی جدا نیست ایران از افغانستان و دلم خواهد افغانستان توی روزهای بهتر ببینم برم. چیزی که دوست دارم اینه یک جهان تشکر از صحبتاتون خانم رخصاره قایم مقامی مستند ساز و کارگردان فیلم سونیتا <applause>